من اولین باری که اسم بیت کوین رو شنیدم برام مسئله انتخابات مطرح شد. ببین برام مسئله عدم مشکلم این بود که اون موقع داشتم این فکر می‌کردم که مشکل اینه که مشکل انتخابات اینه که یک نهاد مرکزی داره و این نهاد مرکزی اگر فاسد بشود اون انتخابات به نتیجه نمیرسه، نتایج نهایی مورد نظر رو نداره. برای همین اصلا از همون اول دغدغه من غیر متمرکز کردن بود، نه بهتر کردن تکنولوژی. بعضی از دوستان دغدغه‌شون بهتر کردن تکنولوژی، میگن مثلا پول یه سری قابلیت های داره، ما میخوایم بیشترش کنیم، میخوایم سمارت کانترکت داشته باشیم که بشه مثلا پول رو تبدیل کرد به کریپتو کیتیز، بعد کریپتو کیتیز ها با هم چیز کنن، ازدواج کنن، بچه دار بشن، بچه هاشون چیز بکنه. و این من نمیگم خیلی چیزی، اصلا هیچ وقت دغدغه من این نبوده، من این دغدغه دیگه داشتم، برای یه چیز دیگه ای میخواستم این قضایا رو. و اون حرفی که در موردش این که چرا پروف آف استیک رو دوست ندارم، اصلا تو دغدغه من اصلا هیچ جا نمیشه، چون تو دغدغه‌ای که شما چون بحث داری میگی که من دارم تو دنبال عدم تمرکز میگردم در حالتی که سیستم بازیگران اصلی فاسد هستن، خطر فساد بازیگران اصلی وجود داره. این فرق داره با مثل موقعی میمونه که تو داری یه سیستم کامپیوتری طراحی میکنی ولی داری برای طوری زمانی طراحیش میکنی که خطر فساد ادمین سیستم وجود داره. یکی از کارهایی که الان میکنن در همین مورد بلاکچین رو به عنوان اینتگریتی استفاده میکنن، به عنوان نمود اینتگریتی. یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنیم که اگر ادمین سیستم اومد دست برد تو سیستم ما بتونیم بفهمیم. این کاریه که مثلا این کار تکنولوژیکی که انجام میدن که بدون بلاک چینش مثلا با ورم تیپ انجام میشه. نمیدونم میتونی ورم تیپ چیه؟ نوار کاستا رو یادته؟ آها صداتم فکر کنم دیگه نه میوتی. نوار کاستا یه چیزی مثل نوار کاست در نظر بگیر، ولی هارد دیسک خیلی مثلا چند ده ترابایتیه. تو فقط اطلاعاتو میتونی روی این بنویسی و بخوای اطلاعاتو تغییر بدی، باید این نوار رو بردین. اون قدیما نمیدونم نوار کاست داشتی یا نه، خودکار میکردیم توش میچرخوندیم برمیگشت اول، باید اون کار رو تقریبا باش بکنی که بتونی برگردی اطلاعات قبلی رو از بین تغییر بدی. بنابراین یه جورایی میتونی بگی که اطلاعات اگر نوشتی روی ورم تیپ، اطلاعات اینتگریتی نسبتا قابل قبولی داره. این نسبتا قابل قبولی یه پاندورا باکسه که توجه نمی کنن خیلی ها بهش، توی کسایی که مثلا علاقه من به پروف آف استیک هم. تو وقتی میگی از نظر شخص من دو حالت داری، یا میگی که ما حد اکثر اینتگریتی رو از طریق حد اکثر عدم تمرکز سعی میکنیم به دست بیاریم، یعنی به محض اینکه بفهمیم آقا میشه اول کار الف رو کرد توی بیت کوین، بگی بفهمی کار الف رو میشه کرد که غیر متمرکز تر بشه، اما نمی کنیمش، این یعنی اینکه ما وارد فضای دوم شدیم که یه سطحی از عدم تمرکز برای ما قابل قبوله. اما اگر یعنی یا 100% یا بین 99 تا 1%. حالا بعضی اون 1%ش میشه کامپیوتر خونگی خود تو خونه یا چه میدونم سرور آمازون، چه میدونم 80% 50%ش میشه اتریوم، 10%ش میشه سولانا، هرچی. این که برای تو چقدر این عدم تمرکز رو میتونی عوض بکنی. مثلا اینجاست از نظر من، شما یا رو بیت کوین روی 100% یا روی 99 تا 1%. بنا به کاری که میخوای بکنی میتونی بین 99 تا 1% انجام بدی. یعنی واقعا اگر دغدغت کریپتو کیتیه، خب چرا که نه، برو روی اتریوم، برو روی سولانا، برو روی EOS، برو روی هر سیستمی که دوست داری، چون واقعا دغدغه تو اون 100% رو نمیخواد. بعدا در موردش نوشتم یه جایی، هم توی هم کانالم نوشتم که فکر کنم دنبال کلمه انرژی خورشیدی یا پیام رسان بگردی تو کانالم، متنی در موردش نوشتم که چرا بلاکچین به درد این چیزا نمیخوره. نگاه هم اینه، هرچند شما میتونید یه چیزی دارم، یه پرانتزی دارم که در یه شرایطی توی یه کانتکسی به درد این چیزا میخوره، اما اون کانتکس یکم خاصه و بعدا در موردش صحبت کنم.
یه آره یه بافتاری داریم توی اون بافتار قانونیه. یعنی مثلا قانونگذار یه چیزی رو دردسر درست کرده، بعد شما میتونی با بلاکچین بیای قانونگذار رو راضی میکنی، نمیای مشکل رو حل کنی ها، بیای قانونگذار رو راضی میکنی. یه فرقی وجود داره بین این دوتا، اونو حالا بعدا میتونیم در موردش صحبت کنیم. ولی به طور کلی نگاه من اینجاست. بعد توی یه مورد اساسی مثل پول شما اون 100% رو میخوای، نه بین اون 99.1% رو، چون پر ریسک ترین چیز کره خاکی پوله، در کنار چون انرژی اتمی احتمالاً، ولی پر ریسک ترین چیزی که شما توش چی میخوای؟ توش کانسنسس اجتماعی میخوای. یعنی شما برای اینکه یه نیروگاه اتمی یا یه بمب اتمی بسازی کانسنسس اجتماعی نمیخوای، ولی برای این کانسنسس اجتماعی یا اجماع جمعی میخوای. برای اجماع جمعی تو برای پول نیاز به اون 100% داری. و البته چیزای دیگه ای هم داره، مثلا اینکه اعتقاد دارم که کلن ساختار پروف آف استیکی منجر به تمرکز قدرت میشه، حتی اگر قدرت انقدر باهوش باشه که تمرکز خودش رو پنهان کنه در نمودهای عدم تمرکز. مثلا شما میتونی یک نظام جمهوری داشته باشی و این نظام جمهوری شما ایدئولوگ باشه، بر اساس یک جهانبینی خاص طراحی شده باشه، نظام جمهوری خلق کره شمالی یا جمهوری خلق چین. جمهوریه، کلمش جمهوریه، نظام پروف آف استیکه. اما نظام با تمرکز، ولی چون این نظام این میاد خودش رو در بازیگرای اصلی که میخواد بیاد اونجا بشینن استیک کنند رو میشه یه جورایی فیلتر کرد، و اگر از یه جایی از یه حدی گذشتی دیگه هرگز بازیگر جدیدی نمیتونه وارد سیستم بشه که جلوی شما رو بگیره، مثلا جلو نگهبانی که مثلا توی ایران هست، توی چین چه میدونم احتمالاً همون چیز باشه، حزب حاکم کمونیسم مثلا این وضعیت رو داره. اینکه شما نمیتونی وارد اون استیکر را بشی، و از قضا هر چقدر اونایی که اونجا هستن فاسدتر و دعوایی تر و انحصار طلب تر باشن موفق تر. یعنی طرف هر چقدر این که بتونه کلن فاز اینو برداره که بگیم ما با هم همکاری کنیم، یا اصلا بیا همه اینا رو بندازم دور خودم بیارم، هر چقدر بیشتر این بگذاره موفق تر میشه، باعث میشه که سیستم به سمت یک تمرکزی بره که الزاماً به این معنی نیستش که همه نتایج سیستم رو از بین میبره. مثلا توی سیستم کاملا متمرکز که فقط من و تو استیکر باشیم، کریپتو کیتیز احتمالاً جوابشو خواهد داد، اگر هم جواب نده مردم چیز زیادی از دست ندن. ولی وقتی مسئله پول مطرح میشه یکم داستان پیچیده تر میشه، یکم که نه کلا پیچیده تر، این حالت ممکن رو پیدا میکنه. تو میخوای حداکثر آزادی رو داشته باشی، حداکثر عدم تمرکز، حداقل تاثیرپذیری.